شلوم مبرخا به سیعت دیشمیا. میدونیم که روز چهارم شوات هیلولا و گرامی داشته ستاره درخشان آسمان یهودیت بود، یعنی دیروز. هراف اسرائیل ابو خسیرا، معروف به هراف بابا سلی، از بزرگان دین ما هستند و همطور که ما داریم که خزال میفهمن که صدیقیم به میتاتان قرویم خیم. یاد و خاطری خوب شخص صدیق هیچگاه از ذهن مردم دور نمیشه، با وجودی که فوت میکنن ولی حتی بعد از فوتشون زنده و جاوید نام دارن و روح و نشامه و ذکر اونها همیشه در میان جماعت هست. گرچه هر زمانی میتوان از ذخوت و درج و اهمیت صدیقیم نام برد و از ذخوت آنها بیاری هشمید برخ کمک گرفت، به همین دلیل من تصمیم گرفتم که حتی حالا که امروز یک روز بعد از هیلولای ایشون هم هست، هنوز به دنبال دلیل و سود و راز و اون برم و درجه و مقام بابا سلی باشم. و گرچه تمام دوستان و ربانیم در خصوص اخلاق و رفتار و معجزات بابا سلی صحبت زیادی نمودن و معصوم و امتیازات فراوانی از او یاد شده، ولی هنوز خالی از لطف نیست که بتونیم ما راز اصلی این صدیق الهی رو جویا بشیم، ببینیم که واقعا چه سودی چه رازی هست که ایشون به این درجه بالای الهی رسید. و همیشه و به خصوص روز هیلولای هر صدیقی وقتی که از اعمال و اخلاق و معجزات اونها یاد میشه، ما باعث میشیم که فرشتگان خوشبو در شماییم زبان به خوشگویی ملت اسرائیل باز کنند و همیشه معصوم و داستانهای واقعی اونها اثرات خوبی برای جامعه اسرائیل به بار میارند و ما باعث میشیم که نشامای این صدیقیم در شماییم و در دادگاه عدل الهی تفلیا برای بنی اسرائیل بخونند و به طور معجزه‌آسای مشکلات و گرفتاری‌ها و درخواست‌های جامعه رو حل کنند، همطور که تا حالا همینجور بوده و انشالله در آینده هم همینجور خواهد بود. لذا ما تفیلا میخونیم، التماس میکنیم به درگاه هشمید برخ که به زخوت این صدیقیم بزرگ که محبوب درگاه هشمید برخ هستن، حق و چلخو خودش تقاضای قلبی و احتیاجات تمام بین اسرائیل رو به زخوت این صدیقیم برآورده بفرماد. تا به امروز از اون بطری کوچک آبی که بابا سلی به مراجع کنندگانش میداد یاد میشه. هنوز مردم میگن که رفتیم و بابا سلی به ما یه بطری کوچک آب داد که این آب مشکلشون رو حل میکنه. هر کس هر خواست و تقاضایی داشت به نزد بابا سلی میرفت و بزرگترین مشکلات رو بابا سلی با دادن یک بطری آب ساده به مردم و گفتن برخا و مد هشم اون مشکلشون رو حل میکرد. البته خب در تفسیرها هست که حتی عرقهای معمولی به مردم میداد، ولی خب آب اکثریت بود. کلن کلمه سالی به معنای تفیلاست، به زبان عربیه تفیلا. منظور از بابا سالی منظور پدریه که صاحب تفیلاست، پدریه که همیشه برای بچه‌هاش تفیلا میخونه. به هر حال مثلا حدود 45 سال پیش بود که یک زن شوهری بودن که اینا مسئله داشتن، خانمشون حامله نمیشد. ایشون به نزد بابا سالی میره و به بابا سالی میگه که مشکلشو تعریف میکنه. بابا سالی بعد از اینکه مشکل اونا رو گوش میکنه، یک بطری آب کوچک رو بر میداره و برخایی که بر اون میخونه اون بطری رو به اون آقای میده و بهشون میگه که برید منزل و بر روی این آب برخای شکل بگویید و اون رو بنوشید، مشکلتون به زودی حل میشه. اون آقا 50 شکل به عنوان تشکر به
بابا سالی میده و اون خانم آقا میان بیرون و سوار اتوبوس میشن که برگردن به مکان خودشون. اون آقای میاد به خانمش میگه که من فکر میکردم که شاید بابا سالی یک نوشته‌ای، تلسمی، یک چیز به خصوصی به من بده. این بطری ها که کمتر از یک شکل میارزه و من 50 شکل بوده، ولی خب 40-50 سال پیش 50 شکل یک مبلغ خیلی خوبی بود. و میگه من 50 شکل به او دادم، او یه بطری من آب داده که کمتر از یه شکل میارزه. به مجرد که حرفش پایان پذیرفت، یه دفعه یه نفر اومد جلوشون و به اونها گفتش که ربایی گفتم که من این 50 شکل رو به شما برگردونم و در عوض شما اون بطری آب رو که بهتون دادن اونو برگردونید به ما. اون آخه خیلی تعجب کرد که چطوری همین الان ربایی فهمیده، حتما از روح قدش دیده که این چنین حرفی ایشون زده. خیلی شرمنده میشه، برمیگره حضور بابا سالی و بهشون میگه که میدونید من منظوری نداشتم، من رو ببخشید، خواهشن بطری رو از من پس نگیرید. بالاخره میاد از معذرت خواهی و دستبوسی و این چیزها هاراب رو راضی میکنه که بطری ازشون پس نگیرن. ولی همقدر که این آقای میبینه که چجوری هاراب از روح قدش فهمیدن که این چه حرفی زده، پی بردن به عظمت هاراب بابا سالی. البته بعد از مدت کوتاهی هم به آرزوشون رسیدن و خانمشون باردار شد و صاحب فرزند شدن. حقیقتا بطری آب مشکلی رو حل نمی کنه، ولی برخواهی که بابا سالی بر روی این آب قرار میده که یک برخواهی روحنیات روحانی رو وابسته به یک وضعیت گشمیون میکنه و مثلا میاد روحنیات رو به گشمیون پیوند میزنه، بدین ترتیب یک بطری آب که بابا سالی دست مردم میده این مشکل رو به اصطلاح جوری برطرف میکنه که با اون براخایی که به اصطلاح به اون آب داده، یعنی رخنیوت رو تبدیل به گشمیوت کرده، اون آب موثر بشه و بتونه برای اونها کارساز باشه. البته یک مرتبه هم تعریف میکنم زمانی که جنگ هایی بین اسرائیل و عرب بود حدود 50 سال پیش، تعداد زیادی از سربازان متاسفانه کشته شدن، تعداد زیادی هم ناپدید شدن. یک زن شوهری بودن که یه خانواده ای که بچه‌شون رفت تو سربازی و رفت تو همین جنگ ها، اومدن به حضور بابا سالی و گفتن که پسرشون رفت سربازی و در این جنگ هم شرکت کرده، ولی هیچ چیزی از او، هیچ اثری در هیچ جا نیست، نه جز کشته شدگان، نه جز اسیری ها، نه جز به اصطلاح تسلیم شدگان، هیچ اصلا جایی از اون خبر نیست، نه اونایی که در تو برگشتن، و اون ناپدید شده. بابا سالی کمی به چشمان اون پدر خیره شد و سپس گفتش که منکه لوینکه، ناراحت نباشید، اون به سلامتی برمیگره خونه. یک روز، دو روز، سه روز گذشت، ولی اون سربازه به خونه برنگشت. دوباره اون مرد به حضور بابا سالی میره و بهش میگه که هنوز پسرم نیومده. بابا سالی به او گفت، گفتم که منکه لوینکه، ناراحت نباشید، اون برمیگرده. بالاخره بعد از دو سه روز اون سربازه برگشت. پسرشون، پدرش در مورد غیبت اون پرسید. اون سربازه گفتش که عرب‌ها ما رو تعقیب کردن، تعداد زیادی از ما فرار کردن، ولی من موفق شدم که اونجا یک چای بود برم، در اون چای خودم رو مخفی کنم. هشم برای من نیست کرد و اینها به اصطلاح نتونستن من رو پیدا کنن و من از مرگ حتمی نجات پیدا کردم. ولی وقتی که هوا تاریک شد من فرار کردم و برگشتم. پدرش با شنیدن این موضوع بسیار خوشحال میشه و سفره بزرگی رو به عنوان هدایا و قدشناسی و قدردانی از هشم برخ سفره بزرگی میده و همه رو دعوت میکنه و بابا سالی هم در صدر مجلس هست که دعوت میشن. در ضمن موقعی که همه در سودا بودن، این آقای میره از بابا سالی سوال میکنه، معذرت میخوام، یک سالی از حضور عرف دارم،
شما هر دفعه که اومدم خدمتون گفتید که منکه لوینکه، یعنی چی؟ منظورتون چی بود؟ آراف گفتن که از خودش بپرسید، بهش بگید چه میسوایی در دست داره که هشم او رو براش نیست کرد، از مرگ نجات پیدا کرد و نجاتش داد. اون سرباز گفت خب من تفیلین میبندم، شاید بزه خود تفیلین یا سیسید یا صدقاست. آراف گفتن نه، اون میسوای بزرگی که در دست داری و پنهانی انجام میدی چی هست؟ اون سرباز گفت بله، من هر روز جمعه به بتکنست میرم از صبح، اونجا رو برای جماعت ولی خود شبا تمام تمیز میکنم، همه جا رو مرتب میکنم و این تالا به صورت راز نگه داشتم. آراف بابا سری گفتن که من که گفتم منکه لوینکه، منکه یعنی کسی که یک جایی رو تمیز میکنه، ولی لوینکه یعنی کسی که پاک نخواهد شد، یعنی کسی که تمیز میکنه از دنیا او رو پاک نمی کنند، به علت که او میسوای تمیز کردن و کاوت دادن به شبات و جماعت رو داره، او رو از روی دنیا بی موقع بر نمی دارن و او رو پاکش نمی کنند، تمیزش نمی کنند. پس منکه لوینکه، کسی که با پاز مثلا میاد پاک میکنه و تمیز میکنه، اون رو پاک نمی کنند از روی دنیا. حالا با مثلا به صورت رمز و صد گفت و در غیر این موضوع، موضوعی هست که آراف بارسلی دوستی بی نظیری با آراف اگان مرد خیلی و زیخران لیبرخا داشت که ایشون هم حدود 15 تا 20 سال پیش ریشون لسیان اسرائیل بودن. حدود 40 سال قبل از این ماجرا آراف بارسلی پیشگویی کردن از روح قدش و به مرد خیلی ها گفتن که تو در شما این برای تصمیم گرفتن که به اصطلاح ریشون لسیون اسرائیل خواهی شد و همینطور هم شد. بعد از چند سال آراف مردخای الیاهو ریشون لسیون شدن برای اسرائیل و مدتی هم در این مسجد بودن. یک مرتبه وقتی که آراف مردخای الیاهو به آراف بابا سالی اومدن بهش گفتن که خواهش از این میکنم تو راز خودتو من بگو، تو چطوری به این درجات الهی رسیدی و اینقدر برای هشم اهمیت داری که تفیلای تو رو مورد قبول قرار میدی و هرچی از هشم میخوای برآورده میکنه؟ حالا بابا سالی گفتش که این زخوت آوت هست، زخوت پدران، امتیاز که پدران داشتن. ایشون حالا مورد خیلی ها بهش گفتن که نه، یک چیز بالاتر از این هاست، فقط موضوع زخوت پدران خب منم دارم، همه داریم. آراف بابا سالی گفتن که حقیقتشو میخوای، اول از هر چیزی باید شمیرت اینعیم داشته باشید، نگهداری از چشمانتون، از دید هر گونه ممنوعیات، عرایوت، تومعوت، نگاه کردن به چشمای خانمهایی که خاص و شلون شوهر دارن، این که مثلا حتی نگاه کردن به اشخاصی که چشمانی به چشمان اشخاصی که راشا هستن، و دوم نگهداری از زبان و دهانه که فقط باید بر زبان دیوری تورا جاری باشه. ایشان فرمودن که میدونی که طبق حروف الف با ما حروف الف رو که بشمارید و برسید به عین، میرسید به عین په صادی، یعنی هر کسی که چشم و دهان خودش رو کنترل کنه صادی صدیق است. عین په صادی، نگهداری از چشم و دهان به صدقات میرسونه. امروز به هر حال گفتنی ها در مورد آراف بابا سالی بسیار بسیار زیاده. امیدواریم که به زخوت همین صدیق بزرگ که مشکلات همه جامعه اسرائیل در هر کجای دنیا به راحتی حل بشه، ایشون برای سلامتی و موفقیت همه ماها تفیلا بخونن. امیدواریم که ماشی از زودتر حضور بفرمان تا همین مشکلات به راحتی حل بشه. با آرزوی روزهای بسیار خوب و خوش و پر از امنیت، شالوم اوراخا.